خب، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند، دوستداران ادب فارسی و علاقمندان به اشعار حافظ و سعدی و مولانا، خدمتتون مجدد عرض سلام و ادب دارم و خداوند رو شکرگزار هستم که در خدمت دوستان هستیم و میتونیم در کنار همدیگه غزلیات حافظ و سعدی و مولانا رو بخونیم و از محتوای عمیق عرفانی، اجتماعی، اخلاقی اونها بهره‌مند بشیم. طبق سنت گذشته من اسکرین شیر میکنم و با همدیگه از سعدی شروع میکنم. ببینیم که سعدی برای ما چی داره. خب، غزل شماره فکر میکنم 6 سعدی رو ما باید بخونیم. من با اجازتون جایی عقب گردی میکنم که برم به غزل شماره 6 برسم و بعد از اونجا دیگه شروع بکنیم. بله، غزل شماره 6. بله، میفرماید که من اجازه بدید اینجا رو کوچیک بکنم که مزاحم دوستان نباشم. خب دوستان میبینن دیگه صحنه رو انشالله. میفرماید که پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را، الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را. قیمت عشق نداند، قدم صدق ندارد، سوست عهدی که تحمل نکند بار جفا را. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. گر سرم می رود از عهد تو، سر باز نپیچم تا بگویم پس از من که به سر برد وفا را. خنکان درد که یارم به اعادت به سر آید، خنکان درد که یارم به عیادت به سرایت. دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را. باور از مات نباشد تو در آینه نگه کن، باور از مات نباشد تو در آینه نگه کن، تا بدانی که چه بوده است گرفتار بلا را. از سر زلف عروسان چمن دست بدارد به سر تو، گر دست رسد باد سوا را. سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان، چو تحمل کند این صورت انگشت نما را. آرزو می کندم شمع صفت پیش وجودت، که سراپای بسوزند من بی سر و پا را. چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان ختمی بیند و عارف قدم صنع خدا را. همه را دیده به رویت نگران است، ولیکن خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را. مهربانی ز من آموز گرم عمر نماند، به سر تربت سعدی به طلب مهر گیا را. هیچ هوشیار ملامت نکند مستی ما را. قل لصاحب ترک الناس من الوجد سکارا. خب قسمتشم که عربی. ببینیم که جناب سعدی در این شعر زیبا و در این غزل بسیار زیبایی که گفته چه پیامی رو برای ما داره. میبینیم که در واقع یه نوعی داره نجوا میکنه و تو گویی که مخاطبش شنوندگان هستن، یعنی ما هستیم. اول شخص سعدی، ظاهرا به نظر میاد که دوم شخص ما باشیم که به سر شنوندگان غزلی. میگه پیش ما رسم شکستن نبود عهد و وفا را، یا عهد وفا را، الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را. میبینید که شاید این خطاب به معشوق هم بتونیم بگیم که هست. میگه که ما به عهدمون وفاداریم، رسم عهد شکنی در بین ما نیست، و قسم میده که طرف مقابلشه که تو هم صحبت ما رو فراموش نکن، تو هم عهد ما رو فراموش نکن، همونطور که ما وفاداریم تو هم وفادار باش. قیمت عشق نداند، قدم صدق ندارد، سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را. دیگه اون کسی که سست عهده و
جفای معشوق رو تحمل نمی کنه، نه قیمت عشق رو می فهمه و نه قدم در صدق می نهد. آدم عاشق صادق در واقع چیه؟ کسی است که به اصطلاح بار جفا رو هم تحمل می کنه، تحمل بار جفا رو هم داره. پس یعنی چی؟ یعنی کسی که عاشق واقعی است آماده هر گونه به اصطلاح ناراحتی هم هست. بعد میگه گر سرم میرود از عهد تو سر باز نپیچم، تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را. میگه برای اینکه نام من به وفاداری در واقع آوازه بشه در جهان، حتی اگر سرم هم در این مسیر بره، در این مسیر عشق ورزی بره، عهد و وفای تو رو ازش سرپیچی نمی کنم، تا اسم من در جهان بپیچه به عنوان یک عاشق وفادار. خنک‌آن درد که یارم به عبادت به سر آید، دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را. ببینید چقدر جالبه، دیگه من عاشق اون دردی هستم که به خاطر مریضی و اون درد یارم برای عبادت به سر من بیاد، عیادت به سر من بیاد. یعنی دردی که موجب بشود که محبت به اصطلاح معشوق برانگیخته شود و برای عیادت به سر من بیاد، من اون درد رو میپسندم. دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را. کسانی که دردمند این درد هستند دنبال دارو نمیگردند، در واقع به دنبال کی میگردن؟ به دنبال این بهانه میگردن که معشوق به سراغشون بیاد و به دیدنشون بیاد. این رو مولانا به زیبایی در یکی از داستانهای مثنوی میگه که فلان کس بیمار شد و حضرت پیامبر برای دیدنش رفت و اون بسیار شادمانی کرد که یه همچین دردی پیدا کرده که پیامبر به عیادتش بیاد، به دیدنش بیاد. اینو خیلی جالبه این صحنه. باور از مات نباشد تو در آینه نگه کن، تا بدانی چه بوده است گرفتار بلا را. میگه ببین تو اگه باورت نمیشه که ما عیادت تو رو میپذیریم به اون به اصطلاح دردی که برای ما حاصل میشه، میگه اگه باورت نمیشه تو آینه نگاه کن، تو زیبایی خودتو بدونی، تا بفهمی که ما گرفتار چه بلایی هستیم. برابری ما رو دیگه سرزنش نمی کنی اگر خودت در آینه روی زیبای خودش رو ببینی. از سر زلف عروسان چمن دست بدارد به سر زلف تو کرد دست رسد باد سبا را. میگه این باد سبا رو میبینی، اگر دستش به سر زلف تو برسه دیگه بر به اصطلاح گلهای چمن نمیورزه. یعنی تو اونقدر زیبایی که باد سبا هم مسیر خودشو عوض میکنه و دیگه توی چمنزار و عروسان چمن نمیورزه، نمیوزد و به سوی تو میآید. سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان، چو تأمل کند این صورت انگشت نما را. میبینی چه قشنگه، دیگه حتی عقل اگر این صورت زیبای انگوش نما، یعنی منحصر به فرد تو رو ببیند، از سر تحیل به صلاح انگشت تحیل خودش رو میگزه به دندان، حتی عقلم شیفته و والهی تو میشه. یعنی چی؟ کسانی که تو رو میبینند عاشق و دیوانه تو میشن، حتی عقلم در این وادی مستثنا نیست. آرزو می کندم شمع صفت پیش وجودت، که سراپای بسوزند من بی سر و پا را. ببینید میگه حتی من آرزو دارم که به اصطلاح در حضور تو منو مانند شمع بسوزانند و آب کنند. یعنی همونقدر که من در حضور تو قرار بگیرم حاضرم که مثل شمع بسوزم و آب بشم. چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان، خط همی بیند عارف قلم صنع خدا را. این یکی از اون ابیات بسیار عمیق و عرفانی شعر جناب سعدی است در این غزل. چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان،
خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را. میگه آدم کوته نظر وقتی به چی به سلام به چهره زیبا رو نگاه میکنن، خط و خال چهره رو میبینن که چقدر زیباست، اما عارفان قلم صنع خداوند رو میبینن، یعنی در واقع زیبایی هنر خداوند رو در چهره خوبان میبینن. یادتون باشه مولانا اینو در قالب چی گفت؟ در قالب اون داستانی گفت که یک خط خوشی بر ورق یا یک نقش زیبایی بر ورق به سرا کشیده شده بود، مورچه ها داشتن عبور میکردن، یکی گفتش که چه خط زیبایی است یا چه تصویر زیبایی است، و یکی گفتش که چه قلم زیبایی، این چه قلمی که چنین خطی رو کشیده، و یکی گفت چه انگشتی که به اصطلاح اون قلم رو به حرکت در آورده و این تصویر زیبا رو به وجود آورده، و اون یکی گفتش که چه بازویی که توانست اون قلم رو بعد کرد در بیاره، و بعد آخری گفتش که خوشا به آن خالقی که چنان بازویی رو خلق کرده که بتواند این همه کارا رو انجام بده. بنابراین میگه چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را. اونی که عارفه اصل ماجرا رو میبینه، اون خالق زیبایی رو میبینه. همه را دیده به رویت نگران است، ولی اینکن خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را. میگه همه به اصطلاح خیره هستند در روی تو، اما اونایی که خودپرستان حقیقت رو از به اصطلاح هوا و هوس درک نمی کنن و تشخیص نمیدن. اونهایی که عارف هستن قلم صنع خداوند رو تشخیص میدن. مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سعدی به طلب مهرگی ها را. میگه که من به اصطلاح در همه عمرم مهربان بودم، مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سعدی به طلب مهرگی ها را. میگه حتی اگه من بمیرم تو بر سر خاک منم بیای، اون به سلام یا اون به سلام اون تلسم یا چه میدونم مهره‌ای که محبت رو در قلب مردم ایجاد میکنه تو خواهی دید. یعنی چی؟ حتی سر خاک منم که بیای و منو نگاه بکنی، مثل اون داستانی شعری که استاد خوندن که از زیر خاکم بوی شراب از زیر خاک من هم به مشامتون میرسه، و یا اونجایی که مولانا گفتش که حتی اگر گندم از خاک من بروید و تو از اون گندم بخوری در دلت شادی ایجاد میکنه، اینم سعدی همین حرف میزه. میگه که مهرگیاه رو در سر تربت خاک من میبین. هیچ هوشیار ملامت نکند مستی ما را، قل لصاح ترک الناس من وجد سکارا. من فکر میکنم معنی عربی این نیم بیت دوم میگه که بگذار مستان در شادی که دارند باقی بمانند، در اون وجدی که دارند باقی بمانند. هیچ هوشیار ملامت نکند مستی ما رو. میگه من مستم و هیچ هوشیاری هم منو ملامت نمیکنه، زیرا که مست عشقم، و بگذار مستان عشق در اون شادمانی و وجد و شوقی که دارن همچنان مست باقی بمانند. خب این غزل شماره 6 ما. ببینیم غزل شماره 7 ما چی داره برامون. جناب سعد می‌فرماید که مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را، باری به چشم احسان در حال ما نظر کن، که از خان پادشاهان راحت بود گدارا. سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت حکمش رسد، ولی کن حدی بود جفا را. من بی تو زندگانی خود نمی پسندم، کاسایشی نباشد بی دوستان بقا را. چون تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد، چون تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد، آب از دو چشم دادن بر خاک من گیارا.
حال نیازمندی در وصف من نیاید، یا حال نیازمندی در وصف می نیاید آنگه که بازگردی گوییم ماجرا را. حال نیازمندی در وصف می نیاید آنگه که بازگردی گوییم ماجرا را. باز آو و جان شیرین از من ستان به خدمت، دیگر چه برگ باشد درویش بینوا. یارب تو آشنا را مهلت و سلامت، چندان که باز بیند دیدار آشنا را. نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان وقعیست ای برادر، نه زهد پارسا را. ای کاش برفتادی برقع از روی گیتی، تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را. سعدی قلم به سختی رفتست و نیک بختی، سعدی قلم به سختی رفتست و نیک بختی، پس هرچه پیش داید گردن بنه قضا. خب ببینیم که در غزل دوم جناب سعدی چی گفته. میگه مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نماند. خب اینجا داره از شور و اشتیاق خودش صحبت میکنه، میگه این مشتاقی ما و صبوری ما از حد گذشت، هم صبرمون به پایان رسیده هم مشتاقیمون بی نهایته. ولی اگه تو شکیب داری خب خوبه، ولی ما طاقتمون دیگه تمام شده. این خطاب به معشوق داره میگه. باری به چشم احسان در حال ما نظر کن، که از خان پادشاهان راحت بود گدار. میگه ببین تو پادشاهی، تو ثروتمندی، ما گدایی، ما محتاجی، با چشم احسان به ما نگاه کن. یعنی چی احسان کردن؟ یعنی بخشیدن دیگه، لطف کردن. میگه از خان پادشاهان راحت بود گدارا. میگه پادشاهان کریمن، سفرهشون پرباره، به راحتی میتوانند به گدایان چیکار کنند؟ نعمت برسانند. بنابراین تو هم با چشم احسان به ما نگاه کن، یه لطفی به ما داشته باش. سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت، حکمش رسد، ولی کن حدی بود جفا را. گلایه میکنه دیگه، میگه بله این مشخصه، سلطان میتواند بر بندگان حضور خودش خشم بگیره، هیچ اشکالی هم نداره، کسی هم جلودارش نیست، ولی بالاخره جفا هم حدی داره دیگه، بالاخره یه مقداری هم محبت، یه گوشه نظری هم به ما کردن خوبه. من بی تو زندگانی خود نمیشپسندم، کاسایشی نباشد بی دوستان بقا را. میگه ببین اگر انسان بدون دوستان، بدون حبیب زندگی بکنه، آسایشی درش نیست. اصلا من زندگی بدون تو را چی؟ نمیپسندم. پس برای حضور تو را میطلبم در کنار خودم، اگه میخوام به زندگی ادامه. چون تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد، آب از دو چشم دادم بر خاک من دیارا. میگه ببین نذار من تشنه بمیرم، من تشنه محبت تو هم. اگر من تشنه مردم، تشنه محبتم و مردم، اون وقت تو بیای سر خاک من گریه بکنی و گیاهی که بر خاک به اصطلاح من میرویه با آب دو چشم خودت بخوای آبیاری کنی، چه فایده داره؟ الان که زندم به من محبت کن. حال نیازمندی در وصف می نیاید، حال نیازمندی در وصف می نیاید آنگه که بازگردی گوییم ماجرا را. ببینی دیگه من به اصطلاح وضعیتم قابل توصیف نیست، حال نیازمندی من قابل توصیف نیست، اونگاهی که پیش من بازگشتی اون موقع من زبان باز میکنم و حال خودم رو برای تو بیان میکنم، نمیتونم الان توصیف کنم. بازا و جان شیرین از من ستان به خدمت، دیگر چه برگ باشد درویش بی‌نوارا. میگه همونجه که بیت بالا گفت که برگرد پیش من تا من بتونم حال نیازمند خودم رو، حال خودم رو برای تو توصیف کنم،
دیگه وقتی که برگشتی بازا و جان شیرین از من ستان بخدمت، پیش من بیا ولی جان من را بخوا، ولی پیش من بیا. من دیگه به غیر از جانی که دارم و در خدمت تو حاضرم ایثار بکنم، چه چیزی، چه نوا و توشه‌ای دارم که تقدیم تو بکنم؟ یارب تو آشنا را مهلت ده و سلامت، چندان که باز بیند دیدار آشنا را. اون آشنای اول منظورش عاشقه، آشنای دوم منظورش معشوقه. میگه ای خداوند بزرگ، تو من آشنا عاشق را مهلت بده و سلامت بده، چندان که باز بیند دیدار آشنا را، تا اونجایی که بتوانم چیکار کنم، چشم معشوق به اصطلاح دیدار به دیدار معشوق به اصطلاح برسم. نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان وقعی است ای برادر، نه زهد پارسا را. میگه خوب رویان که همون به اصطلاح معشوق باشه، نه براش ملک پادشاهان اهمیت داره و نه زهد پارسایان. اونا به یه چیزی، به یک مقامی رسیدن، معشوق به یک مقامی رسیده که نه ملک پادشاه و نه زهد پارسا براش هیچ اهمیتی نداره و به اصطلاح غنی از این زخارف دنیا است. بعد دیگه ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی، تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را. دیگه ای کاش که لیلی نقاب از روی خودش بر می داشت و یا بر می افتاد از روی او، تا هیچ کس دیگه مدعی مجنون نباشه، چون همه مجنون سرزنش می کردن که چرا اینجور واله و شیدای بسرا لیلی هستی. ای کاش یه لحظه پرده از چهره معشوق می افتاد، یا از پرده از چهره لیلی می افتاد، تا دیگه هیچ کسی مدعی معشوق یا مدعی مجنون نمیشد که چرا مجنون شدی اساسا. سعدی قلم به سختی رفت است و نیک وقتی، پس هرچه پیشت آید گردن بنه قضا را. خطاب به خودش میکنه، میگه یه قلم به سختی رفت است و نیک وقتی، میگه نیک وقتی همراه با سختیه. خطاب به سعدی خودش میکنه، میگه سعدی حواس جمع باش. اینجا سعدی خود همه ما هستیم، میگه حواستون جمع باشه که قلم رقم خورده است بر سختی و نیکبختی. همیشه در برای رسیدن به نیکبختی شما باید از یک سختی هایی، از یک موانع عبور بکنید، پس هرچی پیشت آید گردن بنه قضا را. بنابراین هر اتفاقی که برات میرسه یا برات اتفاق میفته گردن بنه. خب اون جای دیگه هم گفته بود که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. غم و شادی برای عاشق چه تفاوت دارد؟ سعدیا یا ساقیا باده بده، ساقیا باده بده، چی آن که این غم از اوست. چه میدونم اون شعر رو دیگه خودتون به خاطر بیارید، من از خاطرم رفت اون کلماتش. ساقیا باده بده شادی آن، شادی آن که این غم از اوست. بله خیلی متشکرم، شادی آن که این غم از اوست. بنابراین میگه سعدی قلم به سختی رفت، سعدی قلم به سختی رفت است و نیکبختی، پس هر چه پیش آید گردن بده قضا را. اگر به اصطلاح مشکلی هم برات پیش میاد گردن بده و اعتراض نکن. خب اما بیام سلی، ممنونم که یادآوری فرمودید. باش. بعد دیگه که چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ ببخشید من یه لحظه برگردم و دو مرتبه بیام اینجا. خب غزل شماره 8 میفرماید که زندازه بیرون تشنم ساقی بیارن آب را، زندازه بیرون تشنم ساقی بیارن آب را، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این، روز فراق دوستان
شب خوش بگفتم خواب را هر پارس را هر پارس را هر پارسا را کن سنم در پیش مسجد بگذرد چشمش برف رو افکند باطل کند محراب را من صید وحشی نیستم در بند جان خیشتم گر وی به تیرم میزند استادم نشاب را نشاب یعنی تیرها مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم اکنون همان پنداشتم دریای بیپایاب را وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم اکنون همان پنداشتم دریای بیپایاب را امروز حالی قرعم امروز حالی قرغم تا با کناری افتم آنگه حکایت گویمت درد دل قرقاب را امروز حالی قرغم تا با کناری افتم آنگه حکایت گویمت درد دل قرقاب را گر بی وفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی یرغو یعنی شکایت یا چیزی شبیه به این قاآن هم یعنی پادشاه ترکیه ظاهر هر دو کلمه ترکیه گر بی وفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی کان کافر اعدا میکشد وین سنگدل احباب را به به اعدا یعنی دشمنان احباب هم یعنی دوستان فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را رقیب هم به معنی رقیب نگهبان بواب هم یعنی نگهبان به سرا پرده دار فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را سعدی که جورش میبری نزدیک او دیگر مرو ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را چقدر شعر قشنگیه واقعا بله ببینید چی میفرماید جناب سعدی میفرماید که زندازه بیرون تشنم ساقی بیاران آب یا اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را خب حالا به قول دوستان خمار مخمور خلاصه تشنه اون شرابه اون آبه اون آب خاصه میگه من بیش از حد تشنه هستم بیار اون شراب عشق رو بس من بیار اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را اول منو مستم کن وقتی که من خوب مست شدم حالا دیگه بقیه من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را بله میگه ما داشتیم بیدار خوابی میکشیدیم از زمانی که به اصطلاح فراق دوستان برای ما اتفاق افتاد ما هم با خواب چیکار کردیم خداحافظی کردیم یعنی من برای دیدن تو در فراق دیدن تو دیگه شبا نخوابیدم هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را ببینید دیگه اون صنم من اون بت زیباروی من از جلوی هر پارسایی در کنار مسجد عبور کنه چشم اون پارسا به ابروی این صنم من بیفتد دیگه اون محراب رو چیکار میکنه اون قوس محراب رو باطل میکنه و دیگه محراب برای آن پارسا جایگاهی ندارد کافی است که به خم ابروی صنم من چشمش بیفته دیگه محراب از جلوی چشمش محو میشه و دیگه جایگاه خودش از دست میده من صید وحشی نیستم در بند جان خیشتن گر وی به تیرم میزند استادم نشاب را میبینید میگه من یک صید وحشی در بند جان خیشتن نیستم اما صید وحشی در بند جان خودشه میخواد فرار کنه میخواد جونش نجات بده اما من گر وی به تیرم میزند استادم نشاب را اما من صیدی هستم که ایستادم که تا او من را با تیر بزند از جلوی تیر او فرار
نمی کنم، می خوام که شکار او شوم. خیلی جالب. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. دیگه هیچ کس مثل من قدر یار خودش رو نمیدونه، یعنی معشوق رو نمیدونه، زیرا من مانند ماهی هستم که بر خشک افتادم. دیدید یه ماهی که وقتی تو خشکی میفته چطور پر و بال میزنه که به آب برسه؟ میگه من هم حالتی دارم، من ارزش آب رو مانند یا ارزش معشوق رو مانند ماهی میدونم که قدر آب را میداند وقتی که در خشکی افتاده است. وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم، اکنون همان پنداشتن دریایی بی پای آب را. میگه یه دوره ای بله یه آبی تا کمرگاه ما بود توش دست پایی میزدیم و مثلا فکر میکردیم که داریم شنا میکنیم، اما حالا افتادم توی یه دریای بی نهایت و غرق این عشق شدم. معشوق من بی نهایت ظرفیت وجودش، بنابراین من الان در حال غرق شدن در این دریای وجود معشوق خودم هستم. امروز حالی غرقم تا با کناری افتم، آنگه حکایت گویم درد دل غرقاب را. دیگه ببین الان من در حال غرق هستم، هرگاه به یک کناری رسیدم و تونستم که به اصطلاح آرامشی پیدا کنم، اون وقت راجع به اصطلاح درد دلی که غرق در عشق معشوق است، اون وقت میتونم برای تو چیکار کنم؟ حرف بزنم و صحبت کنم. بعد میگه که گر بی وفایی کردمی، یرغو به قاآن بردمی، کان کافر ادا میکشد وین سنگ دل احباب. میگه اگه من بی وفایی کنم شکایتمو پیش سلطان میبرم. چرا؟ و میرم اون این شکایت رو میکنم. اگه بی وفایی کنم این شکایت میکنم، میگم که اون کافران دشمنان رو میکشن، کان کافر ادا میکشد وین سنگ دل احباب رو، و میگم که این محبوب من دوستان خودشو میکشه. شکایت تو رو اینجوری میکنم، میگم کافر دشمن میکشه، این محبوب من معشوق من دوستان خودشو میکشه، ولی من این شکایت رو پیش قاهان نمیبرم که، چون من بیوفا نیستم، من وفادارم، من وفادار آمادم که تو من رو بکشی هست. فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را. ببین چقدر تعبیر زیبایی کرد. میگه یه مطربی که خوب می‌نوازد، خوب آواز می‌خواند، در سرا مشتاقان هجوم میارن که به وارد بشن که گوش بکنن و ببینن این هنرمند رو. بربری زحمت میشه واسه کی؟ برای نگهبانان. نگهبانان که بعد بسیار در سرا رو حفظ کنن که کسی وارد نشه. دیگه فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او، نگهبان به فریاد آمده از دست کسانی که مشتاق دیدار او هستن. اون انقدر زیباست و در سرا قرار گرفته، همه هجوم آوردن، درست مثل مطربی که زیبا آواز میکند و علاقمندان به موسیقی را به سوی خود میکشد و نگهبانان در کنترل اوضاع با مشکل رو میکشد. فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان، مشتاقان هم هجوم میارن به سمتش و رقیب نمیتونه جورشون بگه. سعدی چو جورش میبری نزدیکی او دیگر مرا، ای بی وسن من میروم اون میکشد قلاب را. خودش به خودش خطاب میکنه، خودش هم به خودش به اصطلاح طعنه میزنه. دیگه سعدی تو جور او رو داری میبری، دیگه دور برش نرو. بعد خودش به خودش طعنه میزنه، میگه ای بی بصر، ای کسی که بصیرت نداری، من دارم میرم، او داره منو میکشه، پس برای من بی اختیار به سوی او دارم چی میشم؟ کشیده میشم. اینو مولانا در داستان شکار آهو گفت، گفتش که کسی که دنبال آهو میره تا یک مرحله رد پای آهو هدایتگر این شخص هست، برای شکارچی هست، برای رسیدن به آهو. اما وقتی که در یه مرحله میرسی که دیگه به مرحله میرسی که بوی ناف آهو
شکارگر رو به سوی خودش چیکار میکنه؟ جلب و جذب میکنه. اونجا هستش که دیگه اختیار و عنان از دست شکارچی گرفته شده و میره خودش، یعنی شکار اون رو به سوی خودش میکشه. خب معشوقه میگه که گر ماه من برافکند از رخ نقاب را، برقع فرو هلد به جمال آفتاب را. گویی و چشم جادوی عابد فریب او، بر چشم من به سحر ببستند خواب را. اول نظر ز دست برفتم عنان عقل، من را که عقل رفت چه داند ثواب را. گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق، بی حاصل است خوردن مستسقی آب را. دعوی درست نیست گر از دست نازنین، چون شربت شکر نخوری زهر ناب را. دعوی درست نیست گر از دست نازنین، چون شربت شکر نخوری زهر ناب را. عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست، هم شرکتی به خوردن و خوفتن دواب را، یا دواب را. دواب یعنی حیوانات. آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز، تا بادشه خراج نخواهد خراب را. قوم از شراب مست و ز منظور بی نصیب، من مست از او چنان که نخواهم شراب را. سعدی نگفتمت که من رو در کمند عشق، تیر نظر بیفکند افراسیاب را. خب ببینید که اینجا یک عنایتی هم جناب سعدی به فردوسی و شاهنامه فردوسی داره. خب میگه باز هم اینجا در وصف و زیبایی و جمال معشوق داره صحبت میکنه، یک غزل به مفهوم واقعی غزل. میگه گر ماه من برافکند از رخ نقاب را، برقع فرو هلد به جمال آفتاب. دیگه ماه من اگر نقاب از چهره خودش برداره و اون چهره زیبای خودش نشون بده، از شدت زیبایی و رونق و روشنایی که به قول معروف داره، آفتاب رو برقع فرو کلد به جمال آفتاب را. در واقع مثل روبندی میشه که بر روی زیبایی آفتاب میشه، یعنی انقدر چهره این پر نور و زیباست که آفتاب مستور می شود در مقابل ماه من یا معشوق من. دیگه گویی دو چشم جادوی عابد فریب او، بر چشم من به سحر ببستن خواب را. این مشخصه. دیگه چشمان خمار و عابد فریب و جادوی او سحر کردن و خواب را از چشمان من چگاه کردن، دزدیدن. اول نظر ز دست نرفتم اینان عقل، وان را که عقل رفت چه داند ثواب را. میگه در مرحله اول که نگاه کردم اینان عقلم را از دست دادم، در چهره زیبایی بود نگاه کردم، و اون کسی که عقلش از دست میده دیگه راه درست و غلط اصلا تشخیص نمیده. گفتم مگر به بس رهایی بوزش، بی حاصل است بردن مستسقی آب را. دیگه پیش خودم فکر کردم، گفتم اگر به وصال برسم دیگه از دست عشق رهایی پیدا میکنم، این اشتیاق از بین میره. اما دیدم نه، بی حاصله. درست مثل کسی که مستسقیه و آب میخوره. شنیدی که کسانی که دچار استسقا میشن یک نوع به سلام نیاز کاذب به آب پیدا میکنن، اینقدر آب میخورن که بعضا از شدت خوردن آب میمیرن. بنابراین میگه من حالت اون رو دارم. دعوی درست نیست گر از دست نازنین، چون شربت شکر نخوری زهر ناب را. میگه ببین، اینکه تو اعلان عاشقی میکنی، این اعلان کردن درست نیست، حقیقت نداره، مگر آنکه زهر ناب رو هم مانند یک شربت شکر بخوری از دست معشوق. درست مثل داستان
لقمان و اون به اصطلاح اربابش که لقمان مرتبا اون خربوزه تلخ رو با وجد و شادی از دست اربابش میگرفت و میخورد. این دقیقا نماد همون داستان. من بگه عشق آدمیت است، گر این ذوق در تو نیست هم شرکتی به خوردن و خفتن دوام را. که ببین اصل عشق انسانیت، آدمیت، محبت، فهم، شعور، درک، بصیرت. عشق اصلا معشوق، کسی که عاشق عارفه اسمش میشه دیگه عارفه، یعنی آگاهه، درک میکنه مقام خودش رو، مقام خودش در جهان هستی، مقام جهان هستی رو، حضور موجودات دیگر رو، از آب و خاک و سنگ و گیاه و میکروب و ویروس و نمیدونم همه موجودات جهان هستی رو موقعیتشون رو درک میکنه، میبینه و جایگاهشون رو میشناسه، اون میشه آدم. دیگه عشق آدمیت است، گر این ذوق در تو نیست هم شرکتی به خوردن و خفتن دوام را. میگه اگر تو از آدمیت میخوری و میخوابی بدون که مانند حیوانات هستی، وگرنه اونی میشی که اونی باید باشی که گفتم آدمیت داشته باشی. آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز، تا پادشه خراج نخواهد خراب. میگه بیار، به معشوقش داره میگه آتش بیار، خرمن ما رو بسوز، ما رو نابود کن، از بین ببر، تا پادشاه از ما خراج نخواهد. یعنی چی؟ یعنی ما نابود بشیم در وجود تو. قوم از شراب مست و ز منظور بی‌نصیب، من مست از او چنان که نخواهم شراب را. ببینید دیگه مردم شراب میخورن اما به منظور نمیرسن، یعنی هدف از شراب خوردن رو درک نمیکنن. شراب رو میخورن اما هدف از شراب خوردن رو به دستشون نمیاد، یا به اون که از شراب خوردن باید برسن نمیرسن. خیال میکنن فقط چه میدونم حالا مست کردن، حالا یه حرکاتی از خودشون نشون میدن، فکر میکنن که شراب همینه. من مست از او چنان که نخواهم شراب، اما من همون سن قلم سن خداوند رو میبینم در مستی. دیگه من آنچنان از روی زیبای تو مست هستم که دیگه شراب اساسا نمیخورم. و هم دلیل مولانا میگه که باده از ما مست شد، نی ما از او. فقط فهمیدید مولانا جدیدی خیلی زیباست، میگه باده از ما مست شد، نی ما از او. میگه باده تازه از ما مست میشه، ما از باده مست نمیشیم. سعدی نگفتم که من رو در کمند عشق، تیر نظر بیفکند افراسیاب را. دیگه که بهت گفتم در کمند عشق نرو سعدی، رفتی گرفته شد و در مثلا خم کمند پیچ در پیچ معشوق گرفته شد. گفته بودم که یک تیر نظر معشوق حتی افراسیاب رو هم چکام کنه، از پا در میانه. بنابراین رفتی، حالا گرفتار شدی و اونجا هم همینطور باقی موندی جناب سعدی، بیرون هم نمیتونی بیاری. بله، این هم از جناب افراسیاب. خب این هم از این. یه دونه دیگه شعرم بخونم و این بخش رو دیگه متوقف کنم و در خدمت دوستان باشیم. بریم سراغ غزل پنجم از جناب سعدی. میگه که یه با جوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را، جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را. من که با موی به قوت بر نیایم، ای عجب با یکی افتادم کو بکسر از زنجیر را. چون کمان در بازو آرد سر قد سیمتن، آرزویم می کند کاماج باشم تیر را. می رود تا در کمان افتد به پای خیشتن، گر بران دست و کمان ببخشید می رود تا در کمان افتد به پای خیشتن، گر بران دست و کمان چشم افتد نخجیر را. کس ندیده است آدمیزاد از تو شیرین تر سخن،
شکر از پستان مادر خورده ای یا شیر را. روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست، نق را باشه ای پسر کافت بود تأخیر را. روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست، نق را باشه ای پسر کافت بود تأخیر را. ای که گفتی دیده از دیدار بطرویان به دوست، هرچی گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را. زهد پیدا کف پنهان بود چندین روزگار، پرده از سر برگرفتیم آن همه تزویر را. سعدیا در پای جانان گر خدمت سرنهی، همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را. خب ببینیم که چی میفرماید جناب سعید. میگه که با جوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را، جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را. میگه من پیر با یک جوانی سرخوش هستم، خب ولی یه آدم پیر نباید با جوانان به اصطلاح سرخوشی کند، باید با کسی سرخوشی کند که همتای آنها است و میتواند به اصطلاح با آنها هم به اصطلاح هم بازی باشد یا به اصطلاح انباز آنها باشد. من که با مویی به قوت در نیایم، عجب با یکی افتادم کو بکسل از زنجیر را. میگه من یه مور نمیتونم پاره کنم، حالا اومدم با یه آدمی درگیر شدم که او به اصطلاح زنجیر اصلا میگسله. ببین یعنی در واقع داره مقایسه خودش میکنه با معشوق، به اصطلاح در نهایت تواضع و فروتنی کوچکی خودش رو در مقابل معشوق داره چیکار میکنه بیان میکنه. میگه من با یکی عشق ورزی دارم میکنم که در نهایت زیبایی و کمال و قدرت، و من در نهایت به اصطلاح فرتوتی و ضعف و ذلت. میگه چون کمان در بازو آورد سرو قد سیم تن، آرزویم می کند کاماج باشم تیر را. میگه وقتی او تیر رو در مثلا در کمان خودش میذاره، اون معشوق سرو قد سیمین تن من، من آرزو میکنم که سیبل او باشم، من آرزو میکنم که هدف تیرهای او باشم یا آماج تیرهای او باشم. میرود تا در کمان افتد به پای خیشتن، گر بران دست و کمان چشم افتد، گر بران دست و کمان چشم افتد نخجیر را. یه خود وزن شعر اینجا خراب. میگه که اون نخجیر وقتی که چشمش به گر بران به کمان چشم به سلا، وقتی که نخجیر چشمش به کمان چشم به قول به سلا معشوق من میفته، خودش با پای خودش میره که خودشو در کمند او بیاندازد. کس ندید از آدمی زاد از تو شیرین تر سخن، شکر از پستان مرده مادر خورده ای یا شیر را. میگه من از تو شیرین سخن تر، برای خطاب معشوقشه، من از تو شیرین سخن تر به صلاح ندیدم، انسانی مثل تو ندیدم. آیا تو از سینه مادرت شیر خوردی یا شکر؟ روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست، نق را باشه پسر کافت بود تأخیر را. دیگه دوره جوانی زود گذره و نهیب میزنه به خودش یا به جوانان که قدر این دوران جوانی رو بدونید که به اصطلاح در تأخیر آفت وجود داره، یعنی به پیری میبیست. ای که گفتی دیده از دیدار بطرویان بدوز، هرچی گویی چاره دانم کرد جز تقدیر. میگه تقدیر من اینگونه خواسته که به اصطلاح رو در رخ بطرویان داشته باشم، یعنی زیبارویان داشته باشم. بنابراین به من نگو که به اصطلاح دیده از دیدار زیبارویان بدوز، هیچ هر چی رو بگی میتونم چاره کنم، ولی تقدیر من اینه و چون تقدیر من اینه اینو نمیتونم چاره کنم. برابری دیده در دیار زیبارویان میدوزم، علی رغم اون چه که میگویی که ندوز. زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار،
پرده از سر برگرفتیم آن همه تصویر. دیگه من تظاهر میکردم، زهدم پیدا بود، کفرم رو پنهان کرده بودم، زاهدانه بسیار تظاهر میکردم به زهد و کفر خودم رو پنهان کرده بودم، ولی حالا دیگه پرده از روی تزویر برداشتم و آن چی که خودم هستم دارم اون رو نشون میدم. سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی، همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر. میگه تو سعدی حتی اگر جان خودت رو در سر خدمت به سر جانان بگذاری، باز هم همچنان باید عذرخواه به اصطلاح کاستی های خودت در خدمت به معشوق باشی. یعنی حتی جانت هم در این مسیر بدی، باز هم هنوز کمه باید به اصطلاح عذرخواه کاستی های خودت باشی. خب خیلی ممنونم، این بخش رو به پایان میبریم. در خدمت دوستان هستم که به اصطلاح استفاده کنیم از نظر. بسیار خب، حالا میاییم ببینیم که جناب دیوان شمس، در دیوان شمس ما چی داریم. بله، میفرماید که چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز. خیلی قشنگه، چنبر یعنی اون محیطی که بسته بودن به قول معروف، یا فضای بسته. چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز، چنان چیزی که در خاطر نیاید چنان استم من امروز. به جان با آسمان عشق رفتم، به صورت گرد در این پستم من امروز. گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو که از تو وارستم من امروز. بشوی ای عقل دست خیش از من که در مجنون به پیوستم من امروز. به دستم داد آن یوسف ترنجی که هر دو دست خود هستم من امروز. چنانم کرد آن ابریق پرمی که چندین خم بشکستم من امروز. نمیدانم کجایم لیک فرخ مقامی کندر او هستم من امروز. بیامد بردرم اقبال نازان یا بیامد بردرم اقبال نازان زمستی در برو بستم من امروز. چو واگشت او پی او میدویدم، دمی از پای ننشستم من امروز. چه نحنون اقربم معلوم آمد، چو نحنون اقربم معلوم آمد، دگر خود را به نپرستم من امروز. نبند آن زلف شمس الدین تبریز که چون ماهی در این شستم من امروز. من نمیدونم شما پیام این غزل رو درک میکنید، که قطعا میکنید. این مولانا این شعر الان داره میگه، واقعا در یک نوع از حالتهای از خود بیخودیه که داره این شعر رو میگه. یعنی انگار که در یک عوالم دیگه ای داره سیر میکنه و این شعر رو ناخودآگاه داره بر زبون به قول معروف جاری میکنه و دیگران دارن ازش یادداشت میکنن. میگه چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز. میگم چنان مستم که از چنبر وجود خودم خارج شدم، از این کالبد خود خارجم. چنان چیزی که در خاطر نیابد چنان استم من امروز. میگه یه چیزی شدم که در ذهنم نمی گنجه، یعنی که در خاطر نیابد یا در خاطر نیاید، هر دوش هم میتونه درست باشه، ولی به هر حال میگه یه چیزی که از ذهن خارجه، اونجوری هستم. به جان با آسمان عشق رفتم، به صورت گرد در این پستم من امروز. میگه من اگرچه جسمم بر روی زمینه، اما با روحم به آسمان عشق پرواز کرد. یعنی من روحم الان در عالم ملکوت داره سیر میکنه، شما کجایی؟ جسمم فقط رو زمینه. هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای؟ من در حضور جمع و دلم جایی دیگر است.
گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو که از تو وارستم من این گوش دیگه از عقل گوش عقلم رو گرفتم گفتم آقا برو پیکارت من از تو فارغم من الان دیگه عاقل نیستم بشوی ای عقل دست از خیش بشوی ای عقل دست خیش از من که در مجنون به پیوستم من امروز میگه به عقلم گفتم آقا دست از سر من بردار امروز من مجنون شدم من با مجنون در پیوستم یعنی دیوانه شدم من دیگه در وادی عقل نیستم در معیارهای ظاهری حساب کتابای یا به قول معروف روابط تعریف شده انسانی وجود ندارم من از این مرحله خارجم به دستم داد آن یوسف ترنجی که هر دو دست خود خستم من امروز میگه اون زنانی که به یوسف نگاه کردن با یه دستشون چاقو بود با یه دستشون ترنج بود با ترنج رو نبریدن دستشون رو بریدن میگه من این یوسف من معشوق من یوسف من ترنجی به دست من داد که نه یک دست هر دو دستم رو من بریدن چنانم کرد آن ابریق پرمی که چندین خم بشکستم من امروز میگه اون ابریق من آنچنان پرمی بود از دست یارم که من چند تا خم رو شکوندم دیگه کارم از این حرفای جام و ساغر و این حرفا گذشته نمیدانم کجا آیم لیک فرخ مقامی کندرو هستم من امروز بی خودم هم نمیدونم من در کجا دارم سیر میکنم ولی هر جا هستم جای مقام بسیار والا و بالایی بی آمد بردرم اقبال نازان زمستی در برو بستم من امروز بیه من در حالتی هستم در مستی هستم که اقبال اومد بردر من اقبال یعنی خوشبختی من در رو بروی اقبال بستم یعنی در آنچنان موقعیت قرار گرفتم که حتی خوشبختی رو هم در بروش بستم انقدر بود که خوشبختی هم بیارزش بود چو واگش او پی او میدویدم دمی از پای ننشستم من امروز وقتی که اقبال بازگشت من دنبالش رفتم چون نحن اقربم معلوم آمد دیگر خود را به نپرستم من امروز این نحن اقرب به اصطلاح اون آیه از قرآن کریم میگیم که میفرماید که من از رگ گردن به شما نزدیکترم میگه به مرحله‌ای رسیدم که اینو درک کردم این آیه رو من درک کردم یعنی اونقدر نزدیک شدم به خداوند که معنی این آیه رو فهمیدم دیگه از خودپرستی دست برداشتم و خداپرست شدم نبند آن زلف شمس الدین تبریز که چون ماهی در این شستم من امروز میگه زلفتو نبند اون کمند زلف خودتو باز نگه دار من مثل ماهی هستم که در دام زلف تو چیم گرفتار هستم خب بذار ببینم که یه شعری دیگه هم باز از مولانا دارم که براتون بخوانم این بر برم سر 1171 رو هم من براتون بخونم خوبه. یه لحظه به من اگر اجازه بفرمایید شاید بتوانم که اون رو هم پیدا کنم نه اینجا 1171 این غزل دیگه در بگشا کامد خامی دگر پیشکشی کن دو سه جامی دگر این که رسیدیم به نزدیک ده همراه ما شد دو سه گامی دگر هین هله چونی تو زراح دراز هر قدمی قصه و دامی دگر قصه کجا دارد کان اصل ای که تو را 300 نامی دگر قصه کجا دارد کان اصل ای که تو را 300 نامی دگر بسته بودی تو در و بام سرا آمد از آن حکم زبامی دگر گر به سنام سر گردون روی گر به سنام سر گردون روی بر تو قضا را سنامی دگر ای تو ز صد کام دلم یافته می طلبد دل ز تو کامی دگر ای ز تو صد کام دلم یافته می طلبد دل ز تو کامی دگر ای رخ و رخسار تو رومی دگر ای سر زلفین تو شامی دگر
سوی چنان روم چنان شام رو تا ببری دولت را دولت رامی دگر سوی چنان روم سوی چنان روم چنان شام رو تا ببری دولت را رامی دگر همچه معنی میده لطف تو آم آمد چون آفتاب گیر مرا نیست تو آمی دگر هر سحری سر نهدد آفتاب گوید بپریز بپذیر غلامی دگر بر تو بر گرد تو هر کس که هست دم به دم از عرش سلامی دگر بی سخنی ره رو راه تو را در غم و شادیست پیامی دگر بی سخنی ره رو راه تو را در غم و شادیست پیامی دگر این غم و شادی چو زمام دلند ناقه حق راست زمانی دگر شاد زمانی که ببندم دهن بشنم و از روح کلامی دگر رخ از این سوی بدان سو کشم بنگرم آن سوی نظامی دگر عیش جهان گردد بر من حرام بینم من بیت حرامی دگر یا بیت حرامی دگر من زوی همون بیت الله حرام میگه طرفه که چون خم طرفه که چون خم تنم بشکند یا بد این باده قوامی دگر توبه مکن زین که شدم ناتمام بعد شدن هست تمامی دگر بس کنم ای دوست تو خود گفته گیر یک دو سه میم و دو سه لامی دگر بعد. در واقع در این غزل هم در توصیف به اصطلاح معشوق داره صحبت میکنه که یکی از مضامین تغزل و عشق ورزیه و در واقع به وجد آمده در حضور معشوق میگه که در بگشا کامت خامی دیگر پیشکشی کن دو سه جامی دیگر خطاب به معشوق میگه در میگه در باز کن یه خام دیگری آمد خودشو خام تصور میکنه و میگه به ما هم دو سه جامی بده این که رسیدیم به نزدیک ده همراه ما شد دو سه گامی دیگر میگه ما به نزدیک ده رسیدیم چیزی دیگه نمونده به هدف برسیم با ما همراهی کن دو سه راه دیگه دست ما رو بگیر و راهنمایی کن که به مقصود برسیم هین هله چونی تو زراه دراز هر قدمی قصه و دامی دیگر میگه در این مسیر طول درازی که آمدیم قصه ها خوردیم دام ها در مسیر ما بوده قصه کجا دارد کان اصل ای که تو را سیصد نامی دیگر میگه تو کان اصلی ما به سوی تو میاییم قصه وجود نداره بالاخره به کان اصل میرسیم تو منهای کان اصل 300 تا نام دیگه هم داری خطابش به معشوق باشه یعنی انقدر شیرین بسته بودی تو در و بام سرا آمدتان حکم زمامی دیگر میگه تو در و بام سرای خود بسته بودی اما حکم از جای دیگری رسید که ما به سوی تو بیاییم گر به سنام سر گردون روی بر تو قضا را سنامی دگر میگه تو اگر به نوک نیزه گردون هم بروی باز هم قضا بر تو سنام دیگری رو به اصطلاح بر تو قضا را سنامی دیگر قضا مانند نیزه دیگری است که تو رو به جای دیگری هم چیکار میکنه هدایت میکنه و هنوز باز هم جا هست که بری ای که ای ز تو صد کام دلم یافته ای تو صد کام دلم یافته می طلبد درز تو کامی دیگر ای کسی که تا به حال صد تا کام دل من از تو یافته باز هم کام دیگری از تو میخواد ای رخ و رخسار تو رومی دیگر ای سر زلفین تو چامی دیگر میبینید این زیبایی رخ معشوقش میگه که رخسارت مانند رومه یعنی سفیده ای کسی که زلفانت هم مانند شامه یعنی سیاهه سوی چنان روم و چنان شام رو تا ببری دولت رامی دیگر حالا معنی این رو من دقیقا نمیدونم ولی میگه به خودش داره میگه به سوی اون روم و شام برو به سوی اون زیوارو برو تا دولت جدیدی را بیابی به خوشبختی جدیدی برسی لطف تو آم آمد چون آفتاب گیر مرا نیست تو آمی دیگر میگه لطف تو جهان شموله مثل آفتابه من رو هم تو به مانند یک آمی یک انسان دیگری در نظر گیر بر من هم بتاب یا
یعنی لطف خود تو شامل حال منم بکن. هر سحری سر نهدد آفتاب، گوید بپذیر غلامی دیگر. تو اینقدر مقامت بالاست که هر سحر آفتاب سر سجده در مقابل تو پایین میارد و میگه من رو با عنوان یک غلام جدیدی بپذیر. بر تو و بر گرد تو هر کس که هست دم به دم از عرش سلام میدیگر، هم بر تو که معشوق منی و هم کسانی که دور بر تو هستم از عرش هر روز سلام میرسد. بی سخنی رهرو راه تو را در غم و شادی است پیامی دیگر. بدون اینکه سخنی وجود داشته باشد کسانی که در راه تو حرکت میکنند در غم و شادی پیامی از عالم غیب به اونها میرسه. این غم و شادی تو زمام دلند، نافه حق راست زمانی دیگر. نافه حق راست من بعد بگم زمانی دیگر. حالا زمام به معنی مثل افساره، میگه که این غم و شادی که به سر از عالم غیب به ما میرسه اینا زمام دل ما هستن، یعنی دل ما رو به سر در کنترل دار. ناقه حق راست زمانی دیگر، ناقه یعنی شطور، ولی بیشتر میخواد بگی که به سلام غم و شادی در واقع زمامش در دست خداونده که بر دل رهروان به سلام میاره. شاد زمانی که ببندم دهم بشنم از روح کلام دیگر. چقدر زیباست به اون مرحله برسیم که بی کلام سخن از عشق به گوش ما برسد. به خدا جان را تو بنما آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام. رخت از این سوی بدان سوی کشم بنگرم اون سوی نظامی دیگر. میگه من رختم رو از این جهان مادی به جهان معنا می کشم، زیرا که از آن سوی نظام دیگری بر من وجود، یعنی سفر به دیگر سوی می کنم. عیش جهان گردد بر من حرام، بینم من بیت حرامی دیگر. میگه عیش این دنیا بر من حرام میشه یا بر خودم حرام میکنم اینو، زیرا که به بیت الحرام دیگری نگاه میکنم. بیت الحرام همین کعبه منظور میشه، بیت الحرام عالم الوی رو میگه. طرفه که چون خم تنم بشکند یابد این باده قوامی دیگر. طرفه که چون خم تنم بشکند یابد این باده قوامی دیگر. میگه که وقتی که تن من میشکنه مانند خم، باده وجود من قوام دیگری پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه. توبه مکن زین که شدم ناتمام، بعد شدن هست تمامی دیگر. میگه نگران نباش از این که ناتمام از دنیا میری، زیرا که این دنیا تمام شدنی نیست، بعد شدن هست تمامی دیگر. هنوز مراحل تکاملی ما بعد از این جهان هم وجود داره و ما باز هم در مسیر تکامل حرکت میکنیم. بس کنم ای دوست خود گفته گیر، یک دو سلمیم و دو سلامی دیگر. میگه من دیگه اینجا متوقف میکنم و تو به صلاح تصور بکن که خودت در نظر بیار که من سخنان دیگری دارم همچنان میگویم، دیگه نیاز نیست که دیگه سخن بگویم. خب از مولانا بریم سراغ جناب حافظ بزرگوار و یکی دو تا غزل هم از حافظ بخونیم. غزل شماره 188 جناب حافظ میگه مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی، ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. ز عطر حور بهش آن نفس برآید بود، که خاک میکده ما عبیر جیب کند.
چنان زند ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر سخیب کند. بله میگه کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آنکه در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی من گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. زدیده خون به چکاند فسانه حافظ، چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند. خب اما بیایم سراغ این ماجرا. میگه مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند، که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. میگه فضول اون کسی است که به اصطلاح اسرار علم غیب رو ندانه. اون موقع چون اسرار علم غیب رو نمیدونه، من رو به رندی و عشق چیکار میکنه؟ عیب گیری میکنه، از من عیب جویی میکنه به رندی و عشق. چرا؟ به خاطر اینکه اسرار علم غیب رو نمیدونه. اگر فضول اسرار علم غیب رو میدونست، میدونست که ما در وادی رندی و عشق در مسیر درستی هستیم، از ما عیب نمیگیره، ولی داره از ما عیب میگیره. دیگه کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. دیگه باز خطاب به همون فضوله دیگه، آدم های به اصطلاح متشرع ظاهری. دیگه کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه. میگه تو از حالت من کمال محبت رو ببین، چرا زیبایی حالت من رو نمیبینی؟ رندی من و عشق ورزی من نمیبینی؟ نه نقص گناه، که ظاهر این که من دارم میرم به سمت میخانه، که هر که بی هنر رفتن نظر به عیب کنه. آدم های بی هنر فقط عیب جویی میکنن، آدم های هنرمند که دنبال زیبایی ها هستن. مثل اون شعری که مثل سعدی گفت، اون کسی که نگاه به صورت زیبا میکنه، صنع قلم الهی رو در اون صورت زیبا میبینه، زیبایی ها رو میبینه. ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی، یا ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. دیگه که حور بهشتی وقتی بوی عطرش به مشام میرسه، که خاک میکده ما رو میگیره به عنوان به قول معروف عطر، عبیر به گردن خودش میزنه، به گونه خودش میزنه، به رخ خودش میزنه. پس خاک میکده ما آنچنان خوشبوی است که وقتی حوران بهشتی اون رو به خودشون میزنن، تازه بوی خوششون برمیخیزه، بوی خوش از اونها به مشام میرسه. یعنی چی؟ یعنی حوران بهشتی هم با خاک میکده ما چی هن؟ آلوده هستن. بعد میگه چنان زند ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب صحبا مگر صهیب کند. صهیب میگن یکی از به اصطلاح اصحاب حضرت پیامبر بوده، آدم متشرعی بوده. دیگه چنان زند ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب صحبا. صحبا یعنی می گلگون، می قرمز، می که از شراب سرخ میگیرن. دیگه غمزه ساقی، معشوق ما، غمزش، حرکتش آنچنان راه اسلام میزنه که مگر از به سلام اصحاب پیامبر باشی، مثل صهیب که از صحبا که همون می سرخ رنگ هستش اجتناب بکنی، وگرنه همه دیگران اونو میخوره. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آنکه در این نکته شک و ریب کند. میگه که گنج سعادت وقتی به دست تو میرسه، کلیدش که اهل دل تو رو قبولت بکنن، بپذیرن تو رو در به اصطلاح مجمع خودشون، هرگز در این شک و ریب نکن. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که سن سال به جان خدمت شعیب کند. این تعبیری است که از داستان موسی و
شعیبه که میگه که شبان وادی ایمن، وادی ایمن اون کوه تور، شبان اون به اصطلاح چوپانش که حضرت موسی باشه، وقتی به مراد میرسه که اینجا مفهومش سالکه، وقتی به مراد میرسه که از سر جان خدمت شعیب رو بکنه، یعنی در پی پیر طریقت حرکت بکنه، خدمت او رو بکنه. زدیده خون به چکانت فسانه حافظ، چو یاد وقت زبان شباب و شعیب کنن. دیگه که حافظ وقتی که به قول معروف به یاد دوران جوانی و شورش میفته، از دیده خون میچکاند و قبط و حسرت اون به صلاح دوران رو میخوره. خب ببینم که شماره بعدی چی داره برم. خب بذارید که الان دیگه وقتمون چون تمام شده، بذارید اینو من جلسه آینده براتون بخونم که محتواش چیستره، میخوام روش بیشتر کار بکنیم که نمیخوام سریع بخونم عبور کنم. الان دلم میخواد که دیگه با اجازت اینجا من به سخن خودم پایان بدم، از دوستان استفاده بکنیم، اگه نکته‌ای دارم بفرمایند، و از هنرمندان حاضر در جلسه هم استفاده خواهش بکنم که برامون برنامه‌ای رو اجرا بکنن. خیلی ممنون هستم. با اجازه